کیسی کومز روزنامه نگار آمریکایی زندانی شده در سن آس شنبه با هواپیما به عنوان انتقال داده شد و سفیر آمریکا در مسخط نیز در فرودگاه از او استقبال کرد. از سلطان قابوس حاکم عمان به خاطر کمک و همکاری با دولت آمریکا در مورد شهروندان آمریکایی زندانی شده در یمن تشکر می این آمریکایی تحت نظر پزشکان عمان در یک بیمارستان نظامی در مسقط است و من از مردم عمان نیز صمیمانه قدردانی می کنم. هنوز شهروند آمریکایی که یکی از آنها سومالی تبار و دو تن دیگر یمنی الاسلند در زندانهای شورشیان حوسی در یمنند که آزادی آنها در رأس اولویت های واشنگتن است. هر کاری از دستمان برایت برای رهایی این افراد انجام می دهیم و طبعا طرق مختلفی برای این کار وجود دارد. مدت زیادی است که به آمریکایی ها توصیه می کنیم که به یمن مسافرت نکنند زیرا وضعیت در آن کشور خطرناک است. سفارتخانه آمریکا در صنعا موقتا تعطیل شده و اگر آمریکایی هایی که به یمن رفتند با مشکلی روبرو شده و یا بازداشت شوند طبعا برای کمک به آنها امکانات سابق را در اختیار نداریم ما هم به جای استفاده از امکانات باقی مانده برای تخلیه شهروندانمان در یمن از نهاد بین المللی مانند صلیب سرخ بین الملل و برخی از کشورها مانند عمان کمک گرفته ایم به گفته یک مقامی در سن آ یک آمریکایی و یک سنگاپوری نیز که در فهرست مفقودین بودند و خبری از آنها در دست نبود خاک یمن را به مقصد عمان ترک کردند. روزیتا ایران دوست صدای آمریکا